دل غریب من از گردش زمانه گرفت، به یاد غربت زهرا شبی بهانه گرفت. شبانه بغض گلوگیر من کنار بقع شکست و دیده ز دل اشک دانه دانه گرفت. ز پشت پنجره ها دیدگان پر اشکم، سراغ مدفن پنهان و به نشانه گرفت. نشان شعله و درد و نوای زهرا را توان هنوز ز دیوار و بام و خانه گرفت. چی گفت فاطمه کان گونه با تأثر و غم، علی مراسم تدفین او شبانه گرفت. فراق فاطمه را بوتراب باور کرد، شبی که چوبه تابوت او بشا نگرفت. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند متعال و با درود و سلام و صلوات به پیشگاه حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و اهل بیت عصمت و طاهرین ایشان و عرض سلام و تقدیم احترام خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون جهانی هادی. بسیار بسیار مفتخر هستیم که با برنامه به وقت بیداری در خدمت شما خوبان هستیم. ایام مصیبت اهل بیت و شب شهادت بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها را به محضر امام زمان قطب عالم امکان و شما دلدادگان و شیفتگان آن بی بی دو عالم تسلیت میگم و از خداوند متعال برای همه شما سلامتی و سرفرازی و سعادتمندی آرزو میکنیم. در محضر کارشناس محترم جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد رضوی هستیم و دعوت کردیم از ایشان که امشب در این گفتگو در کنار ما باشن و ما از داشته های ایشان استفاده کنیم. سلام علیکم جناب استاد، بسیار بسیار خوش آمدید به برنامه خودتان. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام. محضری همه بینندگان عزیز عرض سلام و عرض تسلیت دارم. سلامت باشید، زنده باشید. خب بینندگان عزیز و گرامی، شخصیت بی بی فاطمه زهرا شخصیت بسیار بسیار ممتازی است. ما میتونیم که از نگاه های مختلف به ای بی بی به فاطمه زهرا بینگریم و با شخصیت ایشان آشنا شیم، ولی وقتی که ما از زبان پدر بزرگوار ایشان، بله از زبان پیامبر اکرم بخواهیم درباره فاطمه زهرا بشنویم و بیشتر بدانیم، این گپا بسیار بسیار شنیدنی و دلنشین میشه و از این فرصت استفاده میکنیم. بحث اجازه بدید که شروع کنیم در خدمت کارشناس محترم جناب استاد رضوی. ما فرصت مختنم میشماریم و از شما میشنویم درباره جایگاه حضرت فاطمه، شخصیت حضرت فاطمه از زبان پیامبر اکرم. حالا مقدمتا شما شروع بفرمایید بحثه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی صدیقت الکبرا و انسیت الحوراء فاطمه الزهراء سلام الله علیها. درود تقدیم میکنم محضر بانوی ارزش ها و فضیلت ها بی بی فاطمه زهرا، انسیه حورا و صدیقه کبرا سلام الله علیها. عرض تسلیت دارم محضر قطب عالم امکان و
ولی نعمت ما حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف و به خصوص همه شیعیان و بینندگان عزیز، اگر بخوایم در مورد شخصیت زهرا سخن بگیم، کار بسیار دشوار است. شناخت واقعیت‌های حقیقی در مورد حضرت زهرا. بله. اما نگاهی داشته باشیم ولو در حد خود ما و در حد شناخت ما از ابعاد مختلفی که در زهرای اطهر نمود پیدا کرده. یکی از برنامه‌هایی که واقعا باید به او همه ما آشنایی داشته باشیم، شناخت شخصیت زهرا از نگاه خصوصی است. دخت نبی مکرم اسلام. بله. و خدیجه کبرا سلام الله علیهما، همسر علی مرتضی و ام الحسنین حضرت امام حسن و امام حسین، اینها همه نقطه های با اهمیت در زندگی زهراست که اگر بخوایم اینا را باز کنیم، هر کدامش نیاز به موضوع خاص و برنامه های خاص داره. در واقع یک جایگاهی است که هیچ یک از فرزندان پیامبر چنین جایگاهی را نداشته، بلکه هیچ کسی. بله. و هیچ کسی هیچ نبی، هیچ وصی، بله، دارای همچی جایگاه واقعی که حضرت زهرا سلام الله علیها بود نیست. درست. حالا حضرت در پنجم بعثت بیستم جمادی الثانی، درست، دیده به جهان گذاشتن و با اون کیفیت خاصی که در روایت‌های معتبر، یعنی 20 جمادی الثانی سال پنجم بعثت، سال پنجم بعثت به دنیا پا گذاشتن با اون کیفیت خاصی که در اسم گذاری، در پذیرایی، در بدرقه‌ای که پیغمبر از حضرت زهرا انجام دادند. خب اسم مبارکشون زهرا یا زهره و فاطمه سلام الله علیها. حالا درست به تعبیری میگیم فاطمه اسمش و زهرا لقب گرامی حضرت زهرا سلام الله علیها. اسم اصلی بی بی فاطمه است. فاطمه معنایش مگه بگین بعضی دای ما شر در روایات، در تعبیرات اینطوریه که فاطمه یعنی اون کسی که از شرها، از ناپاکی ها، از گزندها بریده است و درست آلوده، هیچ ناپاکی نشده. یعنی اشاره به عصمت ایشان. عصمت ایشان، حالا پاکی ایشان، طهارت ایشان، اخلاق ایشان، خصوصیاتی که در حضرت زهرا سلام الله علیها بوده. بله. خب القاب دیگری هم زیاد داره حضرت که هر یک اینا شاخصه از شاخصه های شخصیتی بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها است. بتول، حوراء، انسیت حوراء، صدیقت الکبرا، طاهره، مطهره، راضیه، مرضیه، ام الائمه، ام الحسنان، حسنین، ام الحسن، اینها القاب بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها است. بله. که در بعضی کنیه ها هم تداخل پیدا میکنه، ام الحسنین یا ام الحسن، یا ام الحسن مثلا، ام الائمه، یا ام ابیها در اون تعبیری که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها داشتن، فرمودن فاطمه ام ابیها، فاطمه مادر پدرش است. این تبارز یک شخصیتی برای زهرا میکنه که واقعا در عالم خلقت ما چنین گزینه‌ای برای کسی نداریم که کسی را پیغمبر خاتم، ختم المرسلین، مادر خودش خطاب کنه، با اینکه این دختر حضرت پیامبر عظیم الشان اسلام است. خب فرزندانش هم مشخص، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت زینب، ام کلثوم و محسن سقط شده ای که حضرت اون رو سقطش کردند. خب شهادتش هم
سه تا تعبیر درش وجود داره، سه تا روایت، سه تا تاریخ، 45 روز یا 40 روز که خب سندش بسیار ضعیف است، اما مشهور علما گفتن که بعد از 75 روز از وفات پیامبر عظیم الشأن اسلام بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها رحلت کردند و به شهادت رسیدند. اما اون چی که روایت معتبر داره که مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه در مصباح المتهجد یا مثل کفعمی و همچنین طبری اینا در دلائل ائمه با عبارتهای مختلف و دلیلهای متعدد هلی. از جمله روایتی که سندش معتبر هست و علما به اون عمل کردند در سوم جمادی الثانی سال 11 هجری قمری مثل فردا این رو بیان کردن. اینها نمونه های روایت 95 روز، یعنی پیام بعد از وفات پیامبر بی بی 95 روز زنده ماندن و بعد از دنیا رفتن، به تعبیر اون روایتی که در دلایل الائمه بیان شده. حالا مشهور علما مثل مرحوم کلینی اون 75 روز رو گرفتن، اما مشهور چون روایتش سندش معتبر هست 95 روز رو گرفتن، ولی علما دانشمندان ائمه در طول تاریخ به هر دوی ای دهه اعتنا کردن و اعتماد کردن، لذا مراسم و برنامه های نسبت به مصائب حضرت زهرا سلام الله علیها داشتن. بسیار سپاسگزار هستیم، اجازه بدهید که یک درنگ و وقفه داشته باشیم، باز برمیگردیم خدمت شما ادامه بحث. از شما بینندگان عزیز و گرامی دعوت میکنم به تماشای یک میان برنامه. فاطمة الزهراء یا بنت محمد یا قرة عین الرسول، السلام علیک یا صدیقة الشهیده، سلام بر شما حبیبه خدا، سلام بر شما بانوی عالمین. ما در ایام سوگوار عزای شما هستیم و دلسوخته غم شما و به این فکر میکنیم که چقدر غریبانه و مظلومانه از فرزندانتان و همسرتان خداحافظی کردید و این دنیای فانی را وداع گفتید. بر روزهایی می‌اندیشیم که حضرت علی علیه السلام بدون شما چطور زندگی را طاقت آورد، چقدر تنها بود که گپ‌های دلش و رازهای درون قلبش به چاه می‌گفت. قطعاً از دست دادن دختر پیغمبر، یک همسر فداکار و عاشق برای حضرت علی، فاتح خیبر، یک غم کلام بود. از همه روایات و روزه ها و زخم ها که بگذریم، فاطمیه داستان یک جدایی عاشقانه است. همانطور که حضرت علی با تمنای خفته به کلامش در آخرین لحظات به یار خودش میگه کلمینی، با ما گپ بزن. مادر جان، ما فرزندان تو هستیم، ما سوگوار غم و عزای تو هستیم. در بیقراری های زندگی و دلواپسی های من تنهای من نگذار و دست دل من بگیر و برای من دعا کن. آخر میگن دعای مادر معجزه میکنه. با سلام مجدد خدمت شما همراهان عزیز و گرامی، شما وطن‌دارای نازنین و فارسی زبانای محترم که از هر جای گیتی بیننده برنامه به وقت بیداری هستید. مثبت 964-780-255-4013 پول ارتباطی شبکه ما با شما گرامیان هست. شما میتونید از طریق تلگرام و واتساپ که این شماره با همین شماره میتونید مرتبط شوید با ما و دیدگاه ها و پیشنهادهای خودتان با ما
در میان بگذارید. خب جناب استاد رضوی، شما اشاره کردین که پیامبر محبت خاصی و علاقه خاصی به دخترشون داشته، تا جایی که فرموده این مادر ما هسته، ام ابوها، یعنی این لقب یا این کنیه را به هر صورت این تاج افتخار را پیامبر به دخترشون داده. چی نشانه های دیگری وجود داره که این علاقه و این محبت و دوستی بی‌نظیر برای ما روشنتر میکنه و ثابت میکنه؟ عرض سلام مجدد دارم محضر شما و تسلیت میکنم خدمت همه بینندگان عزیز. بله. در مورد محبت پیغمبر نسبت به ذریه پاک خودش حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها، لازم است که برنامه های متعددی داشته باشیم. کتاب ها در این مورد مملو از تعداد احادیث و تاریخ است که پیغمبر نسبت به زهرا اعتناء خاصی، محبت خاصی، دلائل و نشانه های فراوانی بود. نشانه های فراوانی، حتی در بعضی تاریخ داریم وقتی پیغمبر صبحا از خواب خودش بیدار میشد، اولین کاری که میکرد بعد از اون ادای تکالیف خودش میامد دم خانه فاطمه زهرا و علی مرتضی سلام میداد به بی بی فاطمه زهرا با اون نشانه های خاصی: السلام علیک یا اهل بیت النبوه، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، و موضع الرساله و بالاخره تعبیرات خاص دیگری. درست. اما اونچه که واقعا متبلور در این قضیه و شفاف و روشن و خیلی زیبا بیان شده تعابیر است که در کتاب‌های سنن سته اهل سنت ما اینها را با چشم خود ما می‌بینیم و مملو از احادیث مختلفه. ببینید، بخاری در کتاب شریف بخاری که از کتب معتبر اهل سنت و به تعبیر بزرگان اهل سنت تالی تل و قرآن است، معتبرترین کتب اهل سنت حساب میشه. بله. اونجا بابی داره تحت عنوان باب و مناقب فاطمه، اون فضیلت هایی که در مورد حضرت زهرا وجود داره، ولی متاسفانه یک کوتاهی شده از اون فضائل متعددی که حضرت زهرا داره، بسیار به صورت نمکین آمده دو تا حدیث را بیان کرده. یکیش اینه که میگه قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم فاطمه سیئت النساء اهل الجنه، اینه در بخاری جلد 6 صفحه 141 عنوان کرده. پیامبر فرمودند فاطمه آقا خانم‌های اهل جنت است. این تعبیر در روایات دیگری که باز هم در کتب اهل سنت آمده تعابیر مختلف دیگری داره: فاطمه سیده نساء عالمین. این تعبیر تعبیر بارستر و زنان جهان، سرور عالمین، یعنی هر دو دنیا، هم دنیا هم آخرت. این تعبیر را متاسفانه ما در کتاب بخاری شریف نداریم، اما دیگر کتب اهل سنت با سندهای مختلف این تعبیر را از پیغمبر عظیم الشان اسلام نسبت به جایگاه حضرت زهرا بیان کرده. در واقع میشه این گفت که اون نقل بخاری همون 100% هست. اگر عالمین 90% باشه، به خاطر که اگر یک کسی سرور و گل سرسبد بانوان اهل بهشت باشه و اهل بهشت گل سرسبد هستی هست، یعنی خوبان عالم در بهشت جمع میشه. حالا تعبیر بالاخره مختلفه. چرا این کار صورت گرفته در بخاری؟ خب خیلی بره. دنبال این قضیه فعلا مورد بررسیش نیستیم. این حدیث اول. حدیث دومش اینه که میفرماید ان رسول الله قال، پیامبر عظیم الشأن اسلام فرمودند فاطمه بضعه منی، زهرای مطهر پاره تن من است،
بزعه اون گوشت جدا شده از تن انسان را میگن، پاره از وجود انسان که جدا میشه از بدن انسان، اینه میگن بزعه انسان. بزعه یعنی جدا شده از بدن انسان چیزی، از وجود انسان. بعد در ادامه داره فمن اغذبه ها اغذبنی، هر کس زهرا را به غضب بیاره ناراحتش کنه مرا به غضب آورده، من پیغمبر را. در بعضی روایت داره، حالا اینو در همون مدرکی که خدمتتون عرض کردم در بخاری شریف داریم، بله، با همون سندی که خدمتتون و موضعی که گفتیم در باب مناقب فاطمه. اما در بعضی روایت دیگر داره که اگر کسی فاطمه را به غضب در بیاره ناراحتش کنه مرا ناراحت کرده، و هر کس مرا ناراحت کنه واقعا خدا رو ناراحت کرده. برای این خب پیغمبر نقل را بخاری نیامده؟ در بخاری فقط به همین دو قسمت اشاره شده، به همین کیفیت. مطلب دیگری که در اینجا نیاز به پرورشش هست و باید اینو باز کنیم، نکته بسیار مهمه که پیغمبر عظیم و شأن اسلام همونطوری که شما گفتید چرا اینقدر اعتنا کرده و زهرا را دوست داشته. باز کردن این خودش یک بحث خاص را میخواید، ولی به طور اجمال ما اشاره میکنیم که فاطمه در عبارات نور خداست. این تعبیر خیلی تعبیر زیبایی که در بعض روایات اهل سنت ما اینه داریم. انس ابن مالک از پیامبر عظیم الشأن اسلام صحبت میکنه، گزارش میده، میگه پیغمبر یک زمان داشت صحبت میکرد، از فضیلت های خودش و اهل بیت بیان میکرد در اون منبر خودش. عباس عموی پیغمبر بلند شد گفت که خب حالا آیا من و علی و فاطمه و حسن و حسین و خود شما از یک ینبع نیستیم، از یک چشمه و منبع نیستیم؟ بله. پیغمبر اونجا در جواب عباس گفتن صدقت، خیلی خوب گفتی، حرف راستی میگی، اما تفاوتی که بین ماها اهل بیت پیغمبر و خود من با شما وجود داره اینه که ما نور خداییم. حالا حدیث چون وقت نیست خیلی طولانیه، در قسمتش میگه فنور السماوات والارض من نور ابنت فاطمه، نور آسمان و زمین از نور فاطمه دختر من است، و نور فاطمه من نور الله، نور فاطمه از نور خداوند متعال سرچشمه میگیره. لذا میفرماید فاطمه افضل من از سماوات و الارض، ارزش فاطمه، والایی فاطمه، جایگاه فاطمه، شأنیت فاطمه بالاتر از همه آسمان ها و زمین هاست. ببینید این روایت را مرحوم مجلسی از کتاب ریاض الجنان از فضا ابن محمود فارسی در بحار 25 صفحه 17 روایت کرده. درست. این روایت متاسفانه خیلی مورد عنایت و توجه واقع نشده، و الا اگر ما این روایت را باز کنیم که فاطمه نور از نورهای خدای متعال هست، جایگاه فاطمه مشخص میشه و علت دوستی پیغمبر از فاطمه زهرا کاملا روشن میشه. ببینید ما در قرآن عظیم الشأن داریم، قرآن نور است، انبیا نور است، بله، و ایمان نور است، جهاد نور است، اما نور در هیچ جای قرآن غیر از یک مورد نور خدا بیان نشده. الله نور السماوات والارض، خدا نور آسمان و زمین است. اگر این تعبیر را با این حدیث کنار هم دیگر بگذاریم، میبینیم تشابه بین این حدیث و لقب حضرت زهرا با آیات عظیم الشأن قرآن کاملا روشن میشه. خدا نور آسمان و زمین است، فاطمه زهرا هم نور از نورهای خداست. با خدا از نظر فیزیکی زمین و آسمان روشن میشه، چون نور ظاهر به نفسه و مظهر لغیره هست.
خدا از نظر فیزیکی عالم را روشن کرده، آفتاب را روشن کرده، نورانیت داده، قمر و ماه را نورانیت داده و جهان تاریک را با نور خودش روشن کرده، با قدرت خودش روشن کرده. این از نظر فیزیکی. اما از نظر معنوی اونطوری که مرحوم شیخ طوسی در تبیان می‌فرماید، این نورانیت خدا یعنی نور هدایت خدا. خدا علاوه بر اون نور فیزیکی که برای جهان بخشیده، هدایت زمین و آسمان و مخلوقات را به عهده گرفته و با فیض خودش این هدایت را برای انسانها با عقلش، با وجدانش، با ارسال نه وحی و پیغمبر و ائمه اینا چیکار کرده، بیان کرده. اگر این تشابه را ما در نظر بگیریم، وقتی میگیم زهرای اطهر نور خداوند متعال هست، از او آسمان و زمین روشن میشه، این نور هدایتیه که در زهرا وجود داره. لذا از زهرای اطهر تعبیر میکنیم به خیر کثیر. چرا؟ به خاطر اینکه ام الائمه هست. اگر هر کسی ارتباط پیدا کنه، ببخشید، با این نور الهی، بله، منور میشه و نیاز است که هر کسی از این نور به قدر خودش استفاده کنه و پیغمبر هم این کار را میکنه. لذا چون این نورانیت در زهرای اطهر وجود داره و او به عنوان نور هدایت زمین و آسمان و ام الائمه هست، پیغمبر زهرا را دوست داره، الا پیغمبر بچه و اولاد دیگه هم داشت. بسیار عالی. و مشخص شد که سبب این دوستی و این شفقتی که پیامبر در دخترشون بی بی فاطمه زهرا داره، این مسائل هست، حقایقی است که بسیار بسیار عالی است. باز هم یک وقفه داریم جناب استاد و شما بینندگان گرامی را هم دعوت میکنم به تماشای یک میان برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به الملک. پرستوی مهاجرم چرا زلان می روی؟ اگر زلان می روی چرا شبان می روی؟ قرار من شکیب من، مهاجر غریب من، فدای غربتت شوم که مخفیان می روی. حیات جان امید دل، علی بود ز تو خجل، که با کبودی بدن ز تازیان می روی. کبوتر شکست پر، مرا به هم رهت ببر. کبوتر شکست پر، مرا به هم رهت ببر. چرا بدون جفت خود ز آشیان می روی؟ چهار طفل خون جگر، زنند در غمت بسر. تو بر زیارت پدر چه عاشقان می روی؟ الا برخ نشانت، مگر شکست شانت. کی موی زینب این خود نکرد شانه می روی؟
همای بی ترانم، چراز آشیانم، بکوی بی نشان خود پر از نشان میروی. فتاده بر دلم شرر، فتاده بر دلم شرر، که تو در این دل سحر، ز همسرت غریب تر، برون ز خانه می روی. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا. از موقعی که مادر ما بین بستر است، حال و هوای خانه ز شب هم سیه‌تر است. یک روز هم نشد که در طول این سه ماه، بینم که حال مادرم انگار بهتر است. این روزها نفس زدنش سخت‌تر شده، ترسم خدا نکرده نفسهای آخر است. خود را زند به خواب که زینب رود به خواب، دختر به فکر مادر و او فکر دختر است. بله جناب استاد، نکات بسیار ارزشمندی را تا اینجای برنامه از زبان شما شنیدیم درباره شخصیت و فضائل بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها. دقایق پایانی برنامه ما هست و از طرف ما هم امشب در شب شهادت و وفات این بی بی قرار داریم. ما را در حال و هوای روزهای آخر زندگی فاطمه زهرا قرار بدهید و از او روزها برای ما و بینندگان ما بگوید. شب شهادت است. بله. شب شهادت بانوی اطهر و سیده نساء عالمیان و اندوه بی پایان خاندان اهل بیت. خب این اندوه، مویه کردن بر زهرا، تنها از امشب، یعنی از فردا، از شب شهادت یا روز شهادت آغاز نشد. این پیغمبر عظیم و شأن اسلام اعلام کرد به زهرا، مخصوصا در اون روزهای وفات حضرت، در روزهایی که مریض بودن، در روزهایی که در بستر بودن، در بستر مریضی بود و قبل از وفات شریفشون. بله. حضرت پیش بینی میکرد که وقایع پیش میاد، زهرا به شهادت میرسه و خاندان اهل بیت از این اندوه واقعا سوگوار میشه. ما در کتاب بخاری شریف وقتی نگاه میکنیم، روایت های در این مورد وجود داره. یک روایتش اینه که از زوجت النبی عایشه روایت میشه که عایشه میگه در اون زمانی که پیغمبر در بستر مریضی بود، دعا نبی فاطمه علیه السلام، پیغمبر حضرت زهرا را کنار خودش خواست. خب داره زمان جدایی فراهم میشه، پیغمبر رحلت میکنه. بله. و زهرا اون بزعه خودش به تنهایی جگرگوشه خودش را به تنهایی ها و غم ها میسپاره. حضرت برایش اعلام کرد که فاطمه آمادگی بگیر. زمانش را بخوری میگه فی شکواه الذی قبض فیه، در اون مرضی که داشت قبض و روح میشد، در آستانه جان دادن، در آستانه جان دادن بود. فسعرها بشیئین، سری را پیغمبر در گوش زهرا خواند و گفت، در حالی که عده دیگه هم دوره
وجود نازنین پیامبر در او اتاق حتما هستند و شاهد این صحنه است. قطعا زوجت نبی عایشه خودش در کنار این قضیه هست و این گزارش میکنه. بله. بعد میگه وقتی پیغمبر این درگوشی را در گوش زهرا خطاب کرد، این سر را در گوش زهرا نجوا کرد، فبکت، دیدم چشمان زهرای اطهر پر از اشک شد و این اشک ها سرازیر شد. بعد پیغمبر هم از این قضیه ناراحت شد. ثم دعاها، بار دوم حضرت زهرا را در کنار خودش خواست. بازم روایت داره فسعر رها بشه، این یک سر دیگره، یک نجوای دیگره، یک سخن دیگر را که غیر از زهرا تحمل ایره نداشت در گوش زهرا گفت. عایشه من میگه من دیدم فزه حکت، دیدم این چهره ها بشاش شد، زهرا خندان شد، زهرا گونه هایش به خنده باز شد. بعد میگه ما تعجب کردیم، در یک آن زهرا با یک نجوای پیامبر شاد شد اما با سخن دیگر پیامبر ناراحت شد. خب سوال کردیم بی جان چرا، هم چه قضیه و سر ای چیست؟ فقالت، میگه حضرت زهرا به ما اینطوری گفت که سأرن النبی یقبض فی وجهه الذی توفی فیه فبکیت. یک حرفی به من گوش گفت که خیلی ناراحت کننده بود و مرا خبر داد از وفات خودش. بله. اما بعد ثم سأرنی، خب اینجا بود چون پیغمبر از وفات خودش به من خبر داد من ناراحت شدم، اما سر دیگری که گفت این بود که فرمودند اینی اول اهله یتبعه، من اولین کسی هستم که بعد از پیغمبر با پیغمبر عظیم الشان اسلام ملحق بشم. فزحکت، چون بار جدایی از پیغمبر برای من خیلی سنگین و سخت بود، دیدم این فراق به وصال تبدیل میشه، لذا من خوشحال شدم و خوش شدم. درست. این سخن آمادگی زهرا سلام الله علیها را برای وقایع بعد از وفات پیغمبر و بعد از شهادتش بازگویه میکنم. کمتر از دو دقیقه فرصت هست. بله، لذا در مثل فردای بنابر نقل 95 روز زهرای اطهر به شهادت رسید و اون روح مفارقش با اون روح وصالی که در نظر داشت با پیغمبر عظیم الشان اسلام یک جا شد، اما آدم را به مویه سپرد و سوگواره دختر پیغمبر اسلام عالم را به ناراحتی، اندوه و حزن تبدیل کرد و تا دامنه قیامت این سوگواره اندوهش از دل هیچ شیعه و به خصوص خاندان علی علیه السلام نخواهد رفت. لذا اون مویه هایی که پیغمبر حضرت علی علیه السلام بعد از فراق ای همسر عزیزش داشت و اونم خطاب به پیغمبر، خطاب به پیغمبر در خطبه 202 نهج البلاغه، اگر دوستان حال و حوصله داشته باشن مراجعه کنند و کافی هم این آمده، مرحوم کلینی در کافی. اصول کافی آمده این مطلب را، اون ناراحتی ها، اندوه ها، حزن ها و اون لحظه های خطیر فراق فاطمه را بیان کرده که حضرت رو پیغمبر میکنه که من این ودیعه ای تو را به تو سپردم. خودش حرف هایی داره که من ایره نمیتونم به تو برسانم، اما این حرف ها را به تو زهرای اطهر خواهند رساند، به روح مطهر بی 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 دو عالم صدیقه طاهره تا قیامت درود و رحمت خدا. الهی آمین. بسیار سپاسگزار هستیم در چنین شبی ما بهره‌مند شدیم از صحبت های شما و شما بینندگان عزیز و گرامی هم امیدواریم که از برنامه استفاده کرده باشید و بهره‌مند شده باشید. التماس دعا میگم و باز هم این مصیبت خدمت شما و همه عاشقان و دوستان و شیفتگان بی بی دو عالم فاطمه زهرا تسلیت عرض میکنم.
همراه با کارشناس محترم جناب حجت الاسلام المسلمین رضوی شما را به خداوند متعال مسپارم. خدا یار و نگهدارتون. خدا حافظ دوستان.